درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال تو خوب باشه. امروز یک شنبه 23 مرداد ماه هستش و بورس مسیر دیروز خودش را ادامه نداد، با یک اصلاح قیمت مواجه بودیم. سناریویی که گویا از هفته پیش داره الگو برداری میشه، یادتون باشه هفته گذشتم شنبه یک روز خیلی خوب داشتیم، کندل سبز خیلی خوبی به جا گذاشته شد و روز بعدی کاری میبینید که اون روند خوب خیلی ادامه دار نبود و با اصلاح هم مواجه شدیم. البته هفته گذشته یک شنبه و دو شنبه تعطیل بود و سه شنبه و چهار شنبه میبینید که یه جورایی درجای کوچیکی و یه اصلاح کوچیکی را هم داشتیم. حالا دیروز کندل سبز خوب، امروز مجددا با اصلاح مواجه شدیم. بازارهای جهانی تعطیل هستش شنبه یه شنبه و نمیدونیم مسیر دلار به چه صورتی هست و شاید این هم یکی از موانعی باشه که فعلا میخواد بازار یک محکی بزنه. البته دیروز بعد از ظهر ما شاهد فروش و یا خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بودیم، یعنی بسیاری از حقیقی‌ها حتی بعد از پایان ساعات بورس پول زیادی را از صندوق‌های درآمد ثابت خارج کردند و این پول فعلا موجوده، این پول موجوده و یه جورایی باید منتظر باشیم ببینیم که کدوم سمت میخواد این پول بره. خب اولین گزینه و شاید محکمترین گزینه بورس باشه که منتظر هستیم ببینیم آیا پول وارد بورس میشه یا نه. بسیاری از نمادهایی که دیروز خب روز خوبی رو پشت سر گذاشتن و سبز بودن، امروز جاشون رو با قرمز یه جورایی تغییر داده بودن، تعویض کرده بودن، ولی بسیاری از نمادها هم همون روند رو ادامه دادن، مثل خساب‌ها که امروز البته نه مثل دیروز ولی در حال در سبز ادامه داد، همچنین ذوب همین وضعیت رو داشت، ولی بقیه فلزات اساسی اصلا روز خوبی رو نداشتن. پتروشیمیا دیروز هم خیلی وضعیتشون نسبت به گروه‌های دیگه جالب نبود، امروز هم همین جور هستش، ولی یک خبر براشون اومده. خبر در ارتباط با نحوه دستورالعمل محاسبه قیمت نفت و معاینات گازی و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه هاست که برای مجتمع های پتروشیمی نوری، بوعلی سینا و حالا بقیه شون میتونه تأثیرگذار باشه و حال دستورالعمل جدید اعلام شده. باید ببینیم که رفتار بازار فردا به این دستورالعمل به چه صورتی هستش. در حال امروز هم نوری وضعیت خوبی نداشت و با تقریبا 2.85% منفی قیمتش الان 9348 تومنه. البته به یه جورایی میشه گفتش که شاید قیمته الانه برای خرید داره مناسب میشه و خیلی ها منتظرن که با قیمت مناسب تر و بهتری خرید بکنن این گونه نمادها را. البته خب طبیعی هست بعد از مجمع و سودی که داده امسال قیمت هم کاهش یافته، البته چند روزی هستش که منفی هم بوده روی تابلو. حالا باید ببینیم که واقعا این دستور عمل جدید تا چه اندازه میتونه مؤثر واقع بشه. خب دوستان عزیزی که پیج جدیدم هم دنبال نکردید، onemore.zarei در اینستاگرام میتونید این را دنبال بکنید. خیلی از دوستان سوال میکنم، میگن آقا شما دیگه کار بورس اومدی بیرون، ارز دیجیتال کار نمیکنی، نمیدونم آیا مکمل دارویی داری میفروشی یا که حالا توی بحث ترکیه گردی داری میکنی. ببینید دوستان، من در حال حاضر با این شرایطی که روی بورس داریم میبینیم و همه دیگه بعد از دو سال آشنا شدید با این مباحث، دیگه نیاز به توضیح نیست، تحت عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت دارم به بورس نگاه میکنم. همچنین ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال که باز به همین صورت هستش، سرمایه ما دارم، در بورس دارم، در ارزهای دیجیتال دارم کار میکنم برای خودم و مشکلی هم وجود نداره از نظر من توی این بازارها. طبیعت این بازارها هست که این گونه باشن و قبلا بودن، الان هستن، در آینده هم خواهند بود. یه زمانی خوب را میافتن، یه زمانی حالا استوب میشن یا هر چیز دیگه، این دلیل نمیشه که
حالا ما علاقمندی هامون یا کارهای دیگه یا برنامه هایی که در زندگیمون داریم حالا همه رو تعطیل بکنیم. من متوجه نمیشم، برخی از دوستان مثلا میگن شما بورس کار میکنید دیگه اونو گذاشتی کنار، مگه قرار نیست که بورس ما بذاریم کنار؟ ما در بورس سرمایه گذاری کردیم، یه سرمایه داشتیم، هنوز هم داریم، بهش هم علاقمندیم، بر اساس علاقه که داریم هر روز داریم ویدیو تهیه میکنیم. در حال این ویدیو تهیه کردن ها برای من وقت گیر هستش، وقت میگیره، ولی خب چون بالاخره میبینم افرادی دارن دنبال میکنن و افرادی مثل خود من علاقمند به بحث بورس هستن و سرمایه گذاری کردن در بورس، این کار رو ادامه میدیم. ولی خب در حال این محصولات شرکت وانمور هم یک محصولاتی بودن که ما نتایجش رو دیدیم. من خیلی از نتایج رو هم اینجا گذاشتم، بالاخره ما خودمونم برای خانواده گرفتیم، الان استفاده کردن دوستانمون، نتیجه هاشو دیدیم. چون مؤثر بوده و چیز جالبی بوده، من ترجیح دادم که حالا با این کار بتونم این را به صلاح علاقمندهای بیشتری برسونم. شاید بیمارانی باشن، شاید افرادی باشن که نیاز داشته باشن به یه همچین محصولی و ما بتونیم این را بالاخره از کشور ترکیه به دستشون برسونیم. همچنین خب حالا یه سری میان میگن آقا شما مثلا میای میری ترکیه تبلیغ میکنی، تبلیغ ملک مثلا کردی، پول داره از کشور خارج میشه، چرا این کارو میکنی؟ ببینید باز اونجا هم من به کسی توصیه نمیکنم که تمام خونه زندگیش رو بفروشه، همه پولهای پشت سرش رو خراب بکنه و حالا مثلا بیاد یه جای دیگه حالا یه خونه ای بخره، اصلا نمیدونه به این کار علاقه داره علاقه نداره، میتونه اونجا زندگی کنه نمیتونه. من اصلا به همچین کسی ویدیو تهیه نمیکنم. ما مخاطبمون کسی هستش رو الان داریم دیگه، الان داریم شخصی هستش مثلا تو ایران دو تا سه تا کارخونه داره، چندی خونه داره، ویلا داره، همه چیز هم داره، از هر نظری اوکی هست، الان هم یه پولی خیلی زیادی داره که میخواد یه ملک جدیدی بخره. تصمیم خودشه که بیاد توی ترکیه بخره. حال در حال به هر دهویشون تصمیم گرفته، خب بالاخره واسه یه نفری باشه بهشون خدماتی بده دیگه، خب ما این کمکش کنیم که این کار انجام بشه. یه نفر دیگه هم هست بالاخره رفته تحقیقاتشو کرده، نمیدونم دوراشو زده، علاقه هاشو دیده، شغلش تأمینه، میدونه میخواد چیکار بکنه، حالا فرزند به قول معروف همه زندگیش رو جمع کرده، مثلا شده 10 میلیارد، 20 میلیارد، 50 میلیارد تومان پول دستشه، اصلا میخواد مهاجرت کنه بره. در این که حالا اونجا خوبه یا اونجا بدش هم من کاری ندارم، در حال ایشون تصمیمش بر این بوده دیگه. حالا مثل به قول معروف حرف اون خانم مجری رو گوش کرده دیگه، دیگه وقت مجری تلویزیون ما گفتش آقا هر کی نمیخواد جمع کنه بره، ایشون هم خب نمیخواد دیگه، جمع کرده میخواد بره. خیلی مسئولین هم با اون مجری موافق بودن دیگه، همین حرف اونا هم هست، یعنی میگن هر کی نمیخواد جمع کنه بره دیگه. حالا یه شخصی به این نقطه رسیده میخواد جمع کنه بره، خب بالاخره این نفر بس اونجا خدماتی بهش بده، ما این کار رو براش انجام میکنیم. ولی من به کسی نمیگم که شما این کارو بکن، نمیگم این کارو نکن، چون خیلی ها میپرسن حالا به نظر شما این کارو بکنیم یا نکنیم. ببینید نظر من ملاک نیست، شاید من درآمد خودم رو دارم، نمیدونم علاقه خودم رو اونجا دارم، یا مثلا علاقه مندم اونجا کار بکنم، اینها با نظر شما متفاوته. این هستش که در حال توی این موارد اینها رو باید همه در نظر بگیرید که یه نفر میاد مثلا یه کامنت یا یه سوال از من پرسه، من نمیتونم اینجوری بهش جواب بدم. که در کل اینو گفتم که بدونید اگه که ما داریم یه کارهای دیگه ای انجام میدیم، هیچ دلیلی بر این نیستش که بگیم بورس بده یا دیگه بورس کار نمی کنیم، یا کسی بورس کار نکنه، یا یکی بورس کار بکنه. هر کسی برنامه زندگی خودش رو داره تنظیم میکنه. خیلی ها بودن اومدن توی بورس خوششون نیومد و حالا بعد از یه مدتی رفتن بیرون، حتی با ضرر هم رفتن بیرون. آقا ما اومدیم در بورس خوشمون اومده موندیم 10 سال 20 سال، شاید 20 سال دیگه هم بمونیم، دوست داریم، علاقه مندی به این قضیه. حالا هر اتفاقی هم بیفته اون اتفاقش هم پذیرفتیم، اتفاق خوبه را پذیرفتیم، اتفاق بده هم پذیرفتیم و در مجموعش همیشه برد کردیم، در برایندش، در براینده مثلا 20 سالش، حالا کاری به براینده 2 سالش ندارم، در براینده 20 سالش برد کردیم. به خاطر اینکه این رو دیدیم دوست داریم که در بورس هم باشیم، ولی هیچ دلیلی وجود نداره که وقتی که ما داریم در بورس فعالیت میکنیم، کار میکنیم، گزارش تهیه میکنیم، نظر میدیم و همه این کارا رو میکنیم، فعالیت های دیگه ای نداشته باشیم. مثلا من خودم به هنر خیلی علاقمندم، به موسیقی خیلی علاقمندم، دوست دارم اون کارو هم دنبال بکنم.
اصلا شاید من اومدم مثلا 6 ماه دیگه یه جایی کنسرت گذاشتم، بعد یه عده میام میگن که آقا بورس گذاشتی کنار رفتی تو؟ نه آقا، من از دبیرستان علاقمند به اون قضیه بودم، هنوزم هستم، یه موقعیتی فرصتی یه جایی گیر بیارم و بتونم به اون کار بیشتر بچسبم، این کار رو میکنم. این دلیلی برای این نیستش که ما بگیم این بازار بازار بدی هستش یا که ما دیگه نمیخوایم کار کنیم. اینا رو گفتم که در حال دوستان بدونن اگر که ما یه جایی میایم و یه صحبتی در پیج دیگه میکنیم، هیچ منافاتی با بورس نداره. تتر رو میبینید که چجوری داره میپره تو کانال 29 و تو کانال 30. همین الان دیدید 30 بود، یه رفت 29972 تومن. امروز در حال یه چیز حدود 400 تومن قیمت دلار، 400-500 تومن کاهش قیمت پیدا کرده در بازار ایران و همین هم میتونه یه دلیل برای درجا زدن و یا حالا میشه گفتش کندل قرمز امروز باشه. کندل قرمزی که خب میدید از بالاتر هم تشکیل شده، یعنی ابتدای کار امروز صعود داشتیم و اول کار که بورس باز شد اینجا مشخصه بالاتر از مبلغ دیروز باز شد. اینجا 1,470,000 را هم امروز دید، ولی هرچه به سمت انتها رفتیم فشار فروش زیاد شد در بازار و به نوعی میشه گفتش که آخر کار البته به یه تعادلی رسیده بود در یک میلیون و چهارصد و شصت هزار تقریبا میشه گفتش 63,000، یه تعادلی آخر کار رسیده بود. اگر که روند قیمت دلار کاهشی باشه، خب احتمال داره که رو بسیاری از نمادهایی که دلاری هستن تاثیرگذار بشه. البته خب این کاهش البته تا به نرخ نیمایی نرسیم قطعا اون اثر بخشی منفیه رو نخواهد گذاشت، بخاطر اینکه همین الان تمام نمادها با قیمت دلار 27 تومانی دارن معامله میشن، در حالی که الان دلار 30 تومانه. ولی اگر که روند دلار افزایشی باشه، شاید بازار این حساب بکنه که دلار نیمایی هم مثلا قیمتش از 27 تومن بالا میاد. فعلا همه چیز بر سر دوراهی برجام قرار گرفته. اینجا نوشته شده بورس در دوراهی برجام، به خاطر اینکه مشخص نیست هنوز نظر ایران در ارتباط با برجام چی هست. دیروز هم صحبت کردیم در ارتباط با قیمت جهانی دلار، هم دیروز صحبت کردیم. همه اینا مسائلی هستن که در حال روزهای آینده بر بورس تاثیرگذار خواهند بود. مجددا امروز شاهد خروج پول حقیقی بودیم، 217 میلیارد از بورس خارج شد. البته معاملات خرد یه مقداری نسبت به دیروز بهبود پیدا کرد، 3111 میلیارد تومان رو امروز تونست لمس بکنه، اومد در کانال 3000 میلیارد، ولی هنوز این خیلی کمه. یعنی اصلا به قول معروف یک کندل سبز، دیروز هم خدمتتون گفتم در مقایسه با یا یک روز ورود پول حقیقی در ارتباط با مشکلات زیادی که در بورس ما فعلا وجود داره و گریبانگیر هست، که یکیش ارزش معاملات خیلی کمه، با یه گل به قول معروف بهار نمیشه. ولی خب در حال تو چند روز معاملات کاری گذشته میبینید که کندلای سبز ما هنوز خدا شکر بیشتره، یعنی حالا غیر از دیروز این یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، این پنج تا، شش تا کندل سبز داریم، دوتا کندل قرمز. این میتونه نوید بخش این قضیه باشه که در حال شروع بشه حرکت صعودی. هنوز شروع نشد، ارزش معاملات باید بیاد بالاتر، ولی اگر هم شروع شد مثلا اینجا نگاه کنی، از برج 12 که شروع شد تقریبا تا آخر برج 2 یه چیز حدود 2 ماه و نیم، میبینید که اغلب کندل های سبز هستن، البته کندل قرمز هم وجود داره. ببینید اینجا 1-2-3 تا اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست، ولی روند کلی روند صعودی بودش دیگه. حالا فعلا اگر ما فقط بیایم از این تیکه در نظر بگیریم، یعنی از 9-5 به این طرف رو در نظر بگیریم، نوید یک حرکت صعودی رو داریم میبینیم. هنوز حرکت صعودی نشد، چون ولی مثل تقریبا اینجا داره میشه دیگه. ببین اینجا دیگه تقریبا کندل های سبز بیشتر از قرمز شد و یهو یه جهش خوبی رو داشتیم، دوباره یه اصلاح زمانی و مجددا یه جهش خوب.
میتونه الان بالاخره شروع شده باشه یه اصلاح زمانی و جهش، مگر اینکه بحث برجام همه چیز رو به هم بریزه و خراب بکنه، که دیگه حالا باید صبر کنیم ببینیم بالاخره این برجام به چه سرانجامی میخواد برسه، آیا به نتیجه میرسه یا نه. در حال امروز و تعاون سه هرمز قلورسق حکمت پکاپ و توشه الگو ساعتی های امروز هم بودن که خب نسبت به دیروز الگو ساعتی ها کمتر شدن و یه جورایی میشه گفتش که دیروز اوضاع انگار بهتر و از نظر الگو ساعتی. خب بیشترین پول حقیقی امروز از نماد تفارس اتفاق افتاد، بعدش آریان و شستا بیشترین پول خروج پول حقیقی داشتن. شستایی که دیروز بیشترین ورود پول حقیقی رو داشت امروز برعکس شد و رنا بیشترین پول حقیقی رو بهش ثبت کرد، یعنی ورود پول حقیقی به ورنا بیشتر از همه بود، بعدش و بانک و فولاد. فولاد با وجود اینکه امروز در شاخص تأثیر منفی گذاشت و خودش هم با منفی کار خود بسیار کارش رو به پایان برد، ولی در هر حال هنوز ورود پول حقیقی را داره تجربه میکنه. بهترین تأثیر مثبت رو امروز فکر کنم همین خساپا داشت در برای بازار و در حال فرآوردهای نفتی هم امروز تقریبا روز خونسایی را شبندر و شپنا داشتن، ولی شتران مثبت بود آخر کار. استخراج کانهای فلزی امروز میشه گفتش یه جوری بدترین گروه بودن و تاثیرات منفی زیادی رو گذاشتن در بورس. سکه هم امروز بچه ها خیلی اومد پایین، سکه هم جمعی به 14,150,000 رسیده، سکه ای که تا همین هفته پیش ما رو 15,000,000 داشتیم راجعش صحبت میکردیم. البته خب بحث طلا که کلا بحث جدایی هستش، ما خیلی بهش ورود نکردیم. چند وقت پیش من یه ویدیو براتون گذاشتم، قیمت طلای جهانی در حال افت هست و این هم میتونه از دلایل باشه. بیت کوین تو این لحظه 24,500 هنوز روی همین مقاومت مونده و توان رد کردن 24,500 را گویا با قدرت نداره. ریالیش فقط دیدید که اومده پایین، حالا من یه رفرش زدم 736، بله ببینید اینم الان، البته امروز تا 24,900 هم بالا اومد، ولی میگم توانش گویا نداره. و ولی امروز دیروز امروز بازار دلار تعطیل هستش، به خاطر همین اینجا هم خیلی کم رمق داره دنبال میشه. فردا خیلی مهمه که ببینیم دلار کدوم سمت بخواد بره، دلاری که در هر حال روز آخر یک کندل سبز به جا گذاشت در برابر روز قبلش خیلی اومد پایین. یهویی روز جمعه یه مقداری جون گرفت، اونم با حرف یک فرمانداره که گفتش هنوز به صلاح تورم ما پایان نیافته و همین یه حرف یهویی تأثیر گذاشت. این نشون میده که دلار هنوز پتانسیل رشد رو داره، یعنی چیزی که با یه حرف کوچیک اینقدر یهو تغییر روند بده، این بعدا میتونه روی بازار ارزهای دیجیتال هم تاثیرگذار باشه. بازار فعلا منتظره تا ببینه فردا دلار به چه سمت خواهد رفت. و خب اگر دلار افزایش قیمت داشته باشه، قطعا ارزهای دیجیتال میتونه با کاهش قیمت مجددا مواجه بشه. و این الان ریالیش رو هم نیومد که ببینیم دیگه، یه ریفرش زدیم دیگه بالا نمیاد دیگه متاسفانه. حالا هنوز سیاست های چی بهش میگن بومی سازی یا ملی سازی انجام نگرفته، میبینید که سایت ها چقدر با مشکل مواجه هستن. تشکر از دوستانی که برای ما پیام میذارن، آقای مجید، آیدی شهزاد خان که گفتن اگر برجام احیا بشه پتروشیمی های مانند نوری و شغلی وضعیتشون چگونه خواهد بود؟ خب اگر برجام احیا بشه، به قول من تحریم ها رفع بشه، بحث صادرات میتونه رونق بگیره و اگر بحث صادرات رونق بگیره، کلن یک صنایع مانند پتروشیمی ما که
صنایع صادرات محوری هستن میتونه که درآمدشون بره بالاتر، چون الان با مشکلات خیلی زیادی اینها مواجه هستن، محصولشون رو میفروشن صادر میکنن، ولی خب پول گرفتنشون دیگه خیلی سخت هستش. موقع تسهیل پیدا میکنه این کارها و سریعتر میتونن پولشون رو دریافت بگیرن. تشکر از بقیه دوستانی هم که برای ما پیام گذاشتن که اینجا اسامیشون هست و میبینید. من معذرت میخوام که همه رو نمیتونیم بخونیم. آقای مهدی گفتن چرا شیت کوین معرفی نمیکنید یا ارز پامپی؟ ببین آقای مهدی، ما همیشه در بازار ارزهای دیجیتال اول یه حرکتی برای بیت کوین داریم. وقتی که بیت کوین حرکت خودش رو انجام بده و به یه سقفی برسه، سقف بزنه، پول زیادی درش جذب شده باشه، بعدن شروع میکنه پول از بیت کوین بیرون اومدن و به سمت بقیه آلت کوین ها بره، بهش میگیم آلت سیزن میشه اون موقع. که خب آلت کوین ها هم جذب میکنن تا یه مبلغی بالا میرن و بعد از اون مجددن از آلت کوین ها خارج میشه و به سمت شیت کوین ها میاد، یعنی حالا شیت سیزن صورت میگیره توی اون برهه زمانی. فعلا خیلی فاصله داریم به نظر من تا اونجا. حالا شاید مثلا یه ارزی هم بیاد پامپ بشه یا به قول معروف بره بالا، ولی این کلیت راجع بازار نداره. هنوز تعیین تکلیف بیت کوین برای ما مشخص نیست که بیت کوین میخواد پایین تر بیاد و کار خودش رو شروع بکنه، چون این احتمال وجود داره بیت کوین تا بیاد زیر 19000 که این دوبار تجربه کرده. اگه یعنی این بار نتونه 24000 رو با قدرت رد بکنه و بیاد پایین به 19 برسه، احتمالی که بیاد پایین ترش هم وجود داره و بعدن یه اتفاق بیفته، خب از این موضوع دورتر میشیم. این هستش که ما فعلا تمرکزمون روی بیت کوینه. یعنی اگر کسی هم میخواد ارز دیجیتال بخره یا کار بکنه، اینا نظر من این هستش که فعلا بیت کوین و یه چند تا ارز بالا مثلا حالا اتریوم، مثل ترون، مثلا لایت کوین، ارزایی که بین 10 تا بین 1 تا 20 هستند، از اینا خرید بکنه فعلا. مثل سولانا هستش، حالا چیزهای دیگه هم هست که دیگه خودتون میتونید ببینید، تا اینکه واقعا بیت کوین حرکتش رو شروع بکنه، این بار بیاد بالا ببینیم آیا قیمت‌های قبلی رو میتونه بزنه، میتونه دور 40000 رو بزنه، میتونه 60000 رو بزنه، بالاتر آیا میتونه بره. اگر این اتفاق برای بیت کوین افتاد، اون موقع هستش که بعداً ما باید بریم سراغ ارزهای کوچولو موچولویی که بعداً پتانسیل رشد یک مرتبه‌ای را دارن. فعلا چون از اون قضیه دور هستیم، ما هم خیلی بهش نمیپردازیم تا مشخص بشه حرکت بیت کوین به چه صورتی خواهد شد. عرض کنم خدمتون که آقای حسن حیدری گفتن که از دو سال قبل تا به امروز حتی یک روز هم ویدیوهای شما رو نگاه نکرده باشم، یادم نمیاد. ها، یادم نمیاد از دو سال پیش یک روز هم نگاه نکردم، شاید ویدیوهای رمز ارز شامل نمیشه. خیلی لطف دارید آقای حیدری، خیلی ممنون هستیم از شما، مشترکین خوبی که تو این کانال هستیم، و واقعا هم من به خاطر شما هاست که این برنامه ها را ادامه دادم و میسازم. یعنی در حال چون میبینم بالاخره دوستان پراپا قرص داریم که هر روز ویدیو رو دارن میبینن، خب به این کارم ادامه میدیم. اگر نه، خب اگر ما بخوایم کار خودمون رو بریم ادامه بدیم، کارهای کارهای دیگه که داریم انجام میدیم، خیلی برای ما شاید درآمد بهتری داشته باشه، بتونیم بهتر اونجا کار کنیم. ولی خب به خاطر شماها من هر روز خودم رو ملزم میدونم که ویدیو رو آماده بکنم و حالا هر نگاهی روی بازار دارم و بخاطر بررسی که میکنم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. منتظر کامنت های خوبتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.